همراهان از کلیپ شو سلام، امیدواریم سرحال و سلامت باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های دکتر شو همراه شما هستیم تا اوقات شاد و مفیدی رو برای شما فراهم کنیم. در این برنامه می‌خوایم به آهسته راه رفتن در 45 سالگی که نشون دهنده سرعت کهولت مغز و بدنه بپردازیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کنید. دانشمندا میگن سرعت قدم زدن افراد در دهه چهارم زندگی میتونه نشون دهنده سرعت کهولت و پیری مغز و بدن باشه. محققان با استفاده از یک تست ساده از سرعت راه رفتن تونستن روند پیری رو اندازه‌گیری کنن. این تحقیق توسط محققان دو دانشگاه کینگز کالج لندن و دانشگاه دوک آمریکا انجام شده و در آن هزاران نیوزلندی از زمان تولد تا 45 سالگی مشارکت داشتند. این تحقیق دریافت افرادی که آهسته تر راه میرن مغزهای سالخورده تری دارن. سایر آزمایش هم نشون داد ریه ها، سیستم ایمنی و دندان های این افراد هم در وضعیت بدتری قرار داشتند. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه یه متن، دکمه یه سابسکریپشن رو فشار بدین تا شما رو ببره به کانال کلیپ شو که میتونین اونجا صدها ویدئوی مفید ببینین و اگه گزینه یه نوتیفیکیشن رو فعال کنین از اولین افرادی خواهید بود که در طول روز ویدئوهای ما رو میبینین. محققان میگن از 3 سالگی نشونه هایی وجود داره که نشون میده افراد بعدها زندگی سالمتری خواهند داشت یا نه. محققان میگن افرادی که در دهه 4 زندگی خودشون آهسته راه میرن بدنشون با سرعت بیشتری پیر میشه. همچنین صورت اونها سالخورده تر نشون میده و مغزشون هم به نسبت کوچیک تره. پزشکان غالبا سرعت سنجش رو برای سنجش سلامت عمومی به ویژه برای افراد بالای 65 سال اندازه میگیرن، چون شاخصی خوب برای قدرت عضلات، عملکرد ریه ها، تعادل، قدرت ستون فقرات و بینایی. سرعت پیاده روی آهسته تر در سالمندان با خطر بیشتر زوال عقل و کاهش توانایی مرتبط دونسته شده. در این مطالعه روی 1000 نفر در نیوزلند متولد دهه 1970 و پس از 45 سالگی تست سرعت پیاده روی در بزرگسالان استفاده شد. شرکت کنندگان در این مطالعه همچنین آزمایش های بدنی، تست عملکرد مغز و اسکن مغزی انجام دادند. اونها در دوران کودکی هر چند سال یک بار آزمایش های شناختی انجام دادند. پروفسور تری ای موفیت، محقق ارشد، میگه این مطالعه دریافت که آهسته راه رفتن یک نشونه ی وجود مشکل دهه ها پیش از سالخوردگیه. در کل افرادی که آهسته میرن نسبت به افرادی که سریع تر قدم میزنن علایم سالخوردگی سریع تر رو با ریه ها، دندان ها و سیستم ایمنیشون نشون دادن و در وضعیت بدتری بودن. محققان میگن در اوایل زندگی نشونه هایی وجود داره که نشون میده چه کسی در ادامه ی زندگی از نظر سلامتی وضع بهتری خواهد داشت. یافته ی غیر منتظره تر این بود که اسکن مغز نشون داد که افرادی که آهسته راه میرن به احتمال قوی مغزهای پیرتری دارن. محققان دریافتن که میتونن با استفاده از نتایج آزمون‌های هوش، زبان و مهارت‌های حرکتی افراد در 3 سالگی سرعت قدم زدن اونها در 45 سالگی رو پیش بینی کنن. کودکانی که در بزرگسالی آهسته ترین بودن با میانگین راه رفتن 1.2 متر در ثانیه به طور متوسط بهره هوشی اونها 12 امتیاز کمتر از افرادی بود که 40 سال بعد در بزرگسالی در راهپیمایی سریع ترین، یعنی 1.75 متر در ثانیه بودن. محققان گفتن که اختلاف در سلامت و بهره هوشی میتونه به دلیل انتخاب شیوه زندگی یا منعکس کننده یه داشتن سلامت بهتر در ابتدای زندگی باشه. اما آنها میگن در اوایل زندگی نشونه هایی وجود داره که نشون میده چه کسی در ادامه یه زندگی از نظر سلامتی وضع بهتری خواهد داشت. محققان گفتند اندازه گیری سرعت پیاده روی در سنین جوانی میتونه روشی برای یافتن راههایی برای کند کردن روند پیری انسان باشه. تعدادی از درمان‌ها از رژیم‌های غذایی کم کالری تا مصرف داروی متفورمین در حال حاضر تحت بررسی هستند. محققان گفتن این میتونه شاخص اولیه برای سلامت مغز و بدن باشه و افراد بتونن در حین جوانی و سلامت تغییراتی در سبک زندگی خودشون ایجاد کنن. خب، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های دکتر شو رسیدیم. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدواریم از دیدنش لذت برده باشید و براتون جالب و سودمند باشه. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو راجع به این ویدیو بنویسید و برای اینکه بتونیم برنامه‌های بهتری برای شما تهیه کنیم، ما رو سابسکرایب کنید و کلیپ شو رو برای دوستانتون معرفی کنید. پاینده باشید.